سلام، خودتو برامون معرفی میکنی؟ حمید شاکر هستم، شماره دانشجوییمم 817-21-18 است، رقم آخرش میشه 118. نظر در مورد ورودی 82 چیه؟ کلن ورودی خیلی خوبی بود، حالا توپ نبود ولی خوب بود نسبت به ورودی های دیگه؟ نسبت ورودی های دیگه خیلی محاسن داشت و معایبم بازم داشت ولی خب محاسنش بیشتر بود مثلا جبه سال اول. نظر در مورد گروه متالوژی چیه؟ حالا همه چیش، استاداش، چیزهای مختلفش دیگه، هرچی به ذهنت میرسه. خب راضی هم از یعنی به یه جبی بوده همه چیز، گروه، مروح، هرچی که بگی، ساختمون، استاد، دانشجوها، درسا، یه چیزیه که باعث شده که راضی باشم از متالوژی. کلا نظر خوبی دارم ولی اگه علوم پایش رو حسب کنم بهتر. قبل از اینکه بیای دانشگاه مثلا انتخاب رشته کنی، اون موقعی که انتخاب رشته کردی متالوژی قبول شدی، نظرت را چی فکر میکردی راجع متالوژی؟ یه شناختی داشتم ولی شناختم رو شناختم دارم متالوژی ولی شناختم به ریختگری متالوژی بود. یعنی زمینه در مورد مثلا شکل دادن، عملیات حرارتی، اینجور چیزا هیچ شناختی نداشتم. در مورد ریختگری چون این در متالوژی که میگفتن سری ریختگری تو ذهنم. حالا بعد از 4 سال درس خوندن الان دیدت راجع متالوژی چجوری شده؟ دوستش دارم. خب خوبه، خیلی. یه چیز دیگه ای که ازت میرسن اینه که تو درسایی که تا حالا خوندی اول از همه از کدوم بیشتر خوشت اومد، با کدوم بیشتر حال کردی، بعد فکر میکنی مثلا لازمه که مثلا یه مهندس متالوژی که میخواد کار کنه، نه حالا مثلا تو کار تئوری و درس و این چیزا باشه، خیلی مهمتره واسهش که این درس رو بلد باشه تو متالوژی. عملیات حرارتی. خودت از چه درس بیشتر خوشت اومد؟ عملیات حرارتی. برنامه‌ت واسه آینده‌ت چیه؟ چیکار می‌کنی؟ تو این زمینه می‌خوای ادامه تحصیل بدی؟ همین لیسانس دیگه گرفتی؟ حالا ما پسرا که باید بریم سربازی. اگه حالا نرفتی، رفتی سر کار، اون موقع چه کاری می‌خوای بکنی؟ حقیقتش واقعا نمی‌دونم. یعنی یکی از مشکلاتی که فکر می‌کنم جوانای پسر مقصد این مملکت داریم. خب، شیرینکاری بلدی؟ کار خاصی؟ چه آوازی؟ حرکتی؟ شکلکی؟ معلقی؟ چیزی؟ نه، شیرینکاری مجبه از این هنرها نداشتم. از این هنرها نداشتی. خب، حالا اگه بعدن توی کارات مثلا رسیدی توی به یه سمتی، چیز خاصی، یه 82 یه روز اومد پیشه تایش گفت آی شاکر، این کار ما اینجا گیره و فلان و اینا، یه جوری که یعنی فقط گرش به دست تو با میشد، بعد حالا راه قانونی هم نه، حاضر بودی واسهش پارتی بازی کنی که این کارش سریشه بره یا نه؟ اصلا اهل پارتی بازی هستی؟ سعی دارم که نباشم ولی سعی میکنم بهش کمک کنم. یعنی پارتی بازی نمی کنی؟ پارتی بازی نمی کنم ولی واقعا اون کاری که بتونم براش بهش کمک کنم میکنم. چون پس... که خب این که آره، این که خیلی خوب، ولی لفظ پارتی بازی نمی کنی، درست میگم؟ نه دیگه، باید یه جای این کارا از جامعه ما حذف بشه دیگه. اونجا همینجاست دقیقا. خیلی خوبه. یه خاطره که تو ذهن تحصیل، دوران تحصیلت، هرچی که به ذهنت میاد فکر چیز خوبی باشه بر ما بگو. خاطره کلن هرچ بس مثلا دوران دانشجویی مثلا این چند سال مرور میکنم سریع برمیگم اتفاقات سال اول دانشگاه، جنب سال اول دانشگاه خیلی بر من جنب خوبی بود، دوست داشتنی بود. خاطره من هم جایی که اومدیم خاطر دقیقا همون خاطره است، یا خاطره که با حامد داشتم و کشف تونل چیز تونل چی؟ حمید و حامد نامگذاریش کردیم و اومدیم اینجا نوشتیم هم که بعدا هم کسی ندازه تونل از ما. که اینطور خیلی خوبه. خب حالا دیگه سوالایی که باید میپرسم ازت پرسیدم، حالا حرف آخرت کلن در مورد این حالا بچه ها، ورودی، آینده، هر چی که تو ذهنت میاد واسه ما بگو. کلن این که 4 سال به همه بچه ها مثلا 4 سال خیلی خوب با هم داشتیم، شاید هم کدورت هایی داشتیم ولی سعی کنیم اگر که از این دانشگاه رفتیم بیرون دوباره به همدیگه رسیدیم، فقط خوبی هایی که با هم داشتیم و یادمون بیاد تا اینکه کدورت ها یه جبری باشه که بعد ها هم این دوستی ها بمونه، ارزش داره. خیلی خوبه، متشکرم از اینکه با همون مصاحبه کردید. خب یه نکته، حالا من پشت دوربینم کسی منو نمی‌بینه، یه نکته جالبی که بگم اینجا، حالا این خارج از قانون مصاحبه من این یه بارو میام دو جلد دوربین، هر کی بگه اینجا کجاست خب
هر کی بگه حال نمیخواد بگرده بگه که اینجا کجاست من بهش جایزه میدم. هم مرسی متشکرم.